سلام، چهارشنبه 17 شهریور 95 هفته سپتامبر 2016 میلادی در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه ابتکار سه‌شنبه های بدون خودرو یا سه‌شنبه های پاک که ابتدا از شهر عراق شروع شد به مریوان رفت، در پاره شهرهای دیگه هم امتحان شد و در تهران دیروز سه‌شنبه گروهی از زنان و مردان در اجرای این سه‌شنبه‌های پاک با هدف جلب مشارکت شهروندان در حفظ بهبود محیط زیست قصد داشتند که از مقابل پارک لاله تا خانه هنرمندان دوچرخه سواری کنند که نیروی انتظامی ممانعت به عمل آورد و جلوی اونها رو گرفت. بهانه اش هم این بود که مجوز برای چنین کاری ندارند، اما در واقع نگران هستند که دختران با دوچرخه سواری این حرکتشون همه گیر بشه، ادامه پیدا بکنه و جمع بزرگی از خانوم ها بپیوندن و در واقع یکی از تابوهای رژیم جمهوری اسلامی رو بشکنن. اگرچه دوم شهریور ماه گروهی از خانوم های تهرانی پلاکارد هایی رو هم کردند، دوچرخ سواری کردند که از قول آقای خامنه ای نقل کرده بودند که اشکال شرعی و قانونی نداره، ولی بسیاری سایت های اصولگرا به حرف های دیگر آقای خامنه ای رجوع می کنند که گفته اگر خودنمایی باشه جلب نظر بکنه و امثال هم نباید خانم ها دوچرخ سواری کنند. به هر صورت اصل ماجرا بر سر این نیست که دختران دوچرخه سواری بکنند یا نه، اصل ماجرا بر سر این است که اگر این حرکت بزرگ بشه، همه گیر بشه و در تهران و شهرهای دیگه هر سه شنبه مردم خودرو رو کنار بگذارند، پیاده حرکت کنند یا با دوچرخه زن و مرد، میتواند نمایشی از همبستگی باشه، اعتراض به محیط زیست آلوده ای که حکومت درست کرده باشه و همینطور پشت کردن به محدودیت هایی که برای دختران و زنان ایرانی ایجاد میکنه. کارگران شهرداری شوشتر 4 ماه حقوق طلبکارند و کسی هم به حرف اونها رسیدگی نمیکنه. 10 کارگر پیمانکاری پتروشیمی رازی که از دوشنبه بازداشت شده بودند دیروز و از یکشنبه بازداشت شده بودند دیروز همگی آزاد شدند، به سر کار خودشون برگشتند، ولی برای همه اونها پرونده قضایی تشکیل دادن بر اساس شکایت کارفرما. یکی از کارهای خوب کارگران این بود که بیش از 200 نفر جلوی دادگستری تجمع کرده بودند و اعلام کردند تا هم کارانشون و فعالین کارگری آزاد نشن نخواهند. تاکتیکی که شاید در سربستان دانشجویان آتپور به بهترین نحو ممکن اون رو اجرا میکردن و اساساً برنامه داشتند برای اینکه اگر هرگاه یکی از فعالین یا تنی چند از اونها دستگیر میشد چگونه در واقع جمعیت کثیری جمع بشند و هزینه دستگیری رو برای حکومت بالا ببرند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم طی بیانیه احضار اخیر فعالین اینترنتی و فیلترینگ سایت ها و صفحه ها و کانال ها رو محکوم کرده. حکم تعطیل 6 ماهه روزنامه بهار هم به انتها رسید و گفته میشه که این روزنامه برای چندمین بار میخواد دست به انتشار مجدد بزنه. جامعه جهانی بهایان هم بیانیه ای صادر کرده و خواستار پایان سرکوب اقتصادی شهروندان بهایی در ایران شده. مدت هاست که بهایان ایران زیر فشار حکومت اجازه کسب کاسبی ندارن، به بهانه های مختلف مغازشون تعطیل میشه، مزرعشون رو آتش میزنن، از کار اخراجشون میکنند، شرکتشون رو مصادره میکنند، زمینشون رو میگیرند، برای اینکه در واقع وقتی
امکان فعالیت اقتصادی نداشته باشن، عملا زندگی براشون دشوار بشه و ایران رو ترک بکنن. موضوع دوم اینکه خبرگزاری ایلنا خبر داده از این که شهرداری بوستان شقایق در سعادت آباد رو به تبدیل کرده به یک و اجازه داده که یک ساختمان 10 طبقه در اون ساخته بشه. قبلا هم شاید چند هفته پیش اعلام شد که پارک ارمغان در خیابان جردن رو شهرداری به فروش رسانده. این تخلفات آشکار شهرداری رو باید دید که با اسنادی که منتشر شده آیا باز هم انکار خواهد کرد یا نه. دادستان تهران هم خبر داده از اینکه مدیر عامل سابق بانک دی متعلق به بنیاد شهید آقای احمد شفیع‌زاده بازداشت شده. گزارش مجلس در خصوص تخلفات میلیاردی در بنیاد شهید سرانجام در مجلس قرائت نشد و گفته میشه این دستگیری به دنبال این گزارش هست. گفته میشه آقای شفیع‌زاده قبلا فرمانده بسیج دانشجویی بوده. شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه‌ای صادر کرده و در اون عنوان کرده که همکاری با کمیته ویژه مبارزه با پولشویی و تروریسم FATF امری ضروری است و اگر انجام نشه بانک‌های کشور کماکان در بنبست و تحریم باقی خواهند. موضوع سوم این که به دنبال حملات تند و در واقع فحاشی آقای خامنه‌ای به حکام سعودی در بیانیه حجه ایشون، مفتی اعظم عربستان هم متقابلا بنای فحاشی و توهین به ایرانیان و شیعیان رو گذاشته. در واقع دو رژیم عقب افتاده و واپسگرای منطقه اینگونه شخصیت خودشون رو نشون میدن. اما مبلغان مذهبی به گفته آقای خامنه‌ای در جمع عده‌ای از مبلغان باید که به ابزارهای جدید اینترنتی و رایانه‌ای مجهز بشن. ایشون فضای رایانه رو فساد و حسب معمول توطئه آمیز دانسته و گفته که باید بیان سراغ ابزارهای جدید. منتها بعد به ایشون گفت چگونه است که اینترنت باید در اختیار گروه خاصی باشه مثل این مبلغان مذهبی، اما انواع و اقسام سانسورها و فیلترها و محدودیتها و دستگیریها در خصوص فعالین اینترنتی اعمال میشه. پنتاگون وزارت دفاع امریکا اعلام کرده که 7 قایق تندروی ایرانی متعلق به سپاه به یک ناو جنگی امریکا نزدیک شدند، ولی این ناو برای اجتناب از درگیری مسیرش رو اندکی تغییر داده. سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا هم عنوان کردند که این اقدامات باعث افزایش تنش بین تهران و واشنگتن میشه و قبلا هم اخطار کرده بودند که ممکن است عواقب ناخواسته ای داشته باشه. معلوم نیست این ماجراجویی های سپاهی ها در خلیج فارس به دستور چه کسی و چرا انجام میشه، ضمن اینکه به هر صورت فرماندهی کل قوا آقای خامنه‌ای مسئول این اعماله. اما موضوع چهارم این که از 2 ارکستر بزرگی ایران، یکی ارکستر سمفونیک که تهران که چندی پیش آقای علی رهبری سرپرست اون استعفا داد، دومی هم ارکستر ملی ایران آقای فرهاد فخرالدینی دیروز استعفا داد. هر دو نفر هم نابسامانی در اداره این ارکسترا و سوء مدیریت بنیاد رودکی که مسئول هست رو و شورای عالی موسیقی رو مسئول استعفای خودشون دونستن. اما موضوع آخرین که جناب حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه
کیهان نوشته که سفیر جدید انگلیس که معرفی شده جاسوس، ضمناً در همین نوشته ایشون سفیر فرانسه رو هم جاسوس خونده و سفیر آلمان رو هم به جاسوسی متهم کرده. به احتمالاً به اعتقاد آقای حسین شریعت مداری همه سفرای غربی دست کم جاسوس هستن الا سفیر روسیه. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا. شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.